سلام، مایه هستم. ما یه ویدیو دیگه دوستشونی ها امروز قراره چند تا خاطره ترسناک مربوط به قبرستونا رو ببینیم. این خاطره ها رو چند تا از کاربرای ردیت نوشتن و گفتن که خاطره های خودشونه و واقعا اینا رو تجربه کردن. حتما این ویدیو رو لایک کنین. لایک شما بزرگترین حمایتتون از من و آدرس اینستاگرام من رو این بالا هست. اگه دوست داشتین فالو کنین. بریم زودتر این ویدیوی وحشتناکمون رو با هم ببینیم. وقتی 17 سالم بود یه روز دوستم شان طبق معمول هر تابستون اومده بود خونه ما تا توی زیرزمین خونمون با هم دیگه فیلم ببینیم. هنوز شروع نکرده بودیم فیلممون رو ببینیم و داشتیم خوراکیامون رو می‌خوردیم که یهو دوستم برگشت و گفت بیا بریم توی قبرستون کوچیک ترسناک اون ور شهر ببینیم چه خبره. ایدهش خیلی بی ربط و یهویی بود. منم اینو بهش گفتم، ولی از طرفی هم فردا مدرسه نداشتیم و میتونستیم شب تا صبح بیدار بمونیم. من دقیقاً میدونستم اون داره راجع به کدوم قبرستون صحبت می‌کنه. نمیدونم میشه اسمشو گذاشت قبرستون یا نه، چون اون یه تیکه زمین خیلی کوچیکه که شاید فقط 100 تا دونه قبر توش باشه. سنگ قبرای اونجا خیلی قدیمیان و هر وقت از کنار اونجا رد شدیم ندیدیم که کسی اون تو باشه. هیچ وقت هم خودمون توش نرفته بودیم. اون قبرستون واقعا جو خیلی وحشتناکی داره، چون ورودی اونجا یه دروازه آهنی خیلی بلند و قدیمیه و دو طرفش هم جنگله. قسمت جلوش که جاده است و پشتش هم یه خونه متروکه خیلی قدیمیه. کلن هر چیزی که راجع به اونجا هست حس ترس خالص رو به آدم القا میکنه. اولش راضی نبودم که بریم اونجا، ولی شان بالاخره تونست منو متقاعد کنه و با خودش برد. اون روز یه روز ابری بود و مه غلیظی هم اون قسمت شهر رو گرفته بود. شان ماشینشو کنار جاده نگه داشت و من بهش گفتم که یکم کنارتر پارک کنه. آخه اون جاده تردد زیادی نداشت و ممکن بود هر کسی ما رو اونجا ببینه که پارک کردیم و بهمون مشکوک بشه. از ماشین پیاده شدیم و از طرف جنگل وارد قبرستون شدیم، چون نمیخواستیم کسی ببینه که ما داریم وارد اونجا میشیم. بالا رفتن از فنسای اونجا کار خیلی سختی نبود، آخه اونا جای کافی برای گرفتن دستامون و گذاشتن پامون داشتن. از اونجایی که این ماجراجویی فکر احمقانه شان بود، اون جلوتر میرفت و منم دنبال شرکت میکردم. بالاخره وارد اون قبرستون وحشتناک شدیم. همینطوری که پیش میرفتیم سنگ قبرا رو دیدیم و به نظر میرسید اونا مال بیشتر از 200 سال پیش باشن. خیلی از نوشته‌های روی اون سنگا دیگه حتی قابل خوندن هم نبودن. میدونم ممکنه کلیشه به نظر برسه، ولی همش حس میکردم یکی داره نگاهمون میکنه. شروع کردم اطراف اونجا و جنگل رو گشتم و به شان گفتم که اونجا خیلی حس بدی بهم میده. اونم گفت که دقیقا همین حسو داره، ولی با این وجود تصمیم گرفتیم بریم یه نگاهی به اون خونه متروکه بندازیم. با اینکه روی پنجره های اون خونه رو بخار گرفته بود و شیشه هاش هم خیلی کثیف بودن، ولی مطمئنم که برای چند لحظه یکی رو دیدم که از پشت اون پنجره ها داشت نگامون میکرد و بعدم که بهش نزدیک شدم یهو غیب شد. به شان گفتم شان یکی داره از تو اون ساختمون نگامون میکنه. نمیدونم شان تو اون لحظه چه فکری با خودش کرد، ولی یهو تصمیم گرفت که در ورودی اونجا رو پیدا کنه تا توش رو یه نگاهی بندازه. شان رفت پشت اون خونه و در ورودیش رو پیدا کرد. بعدم صدام زد که برم تو، ولی من نرفتم چون واقعا ترسیده بودم و ترجیح دادم همونجا سر جام وایسم. کنار یکی از قبرا وایساده بودم که یهو صدای بلند شکسته شدن یه شاخه رو شنیدم. به محض اینکه برگشتم رو به صدا نگاه کردم، دیدم که یه پیرمرد با موهای خاکستری و پالتوی مشکی وایساده اونجا و داره نگاه میکنه. نمیتونستم صورتشو درست ببینم و تشخیص بدم، چون هوا مهالود بود و چیزی دیده نمیشد. تو همون لحظه پیرمرد دهنشو باز کرد و با یه صدای گوشخراش که انگار داشت جیغ میکشید گفت برو بیرون. همونجا بود که سرم شروع کرد به گیج رفتن و یهو همه چی تاریک شد. چیزی که بعدش یادمه این بود که چشمامو باز کردم و دیدم که یه نفر داره منو روی زمین تو جنگل میکشه. خیلی ترسیده بودم، فکر کردم یکی داره منو میدزده، ولی وقتی سرمو بالا گرفتم متوجه شدم که شانه که داره منو رو زمین میکشه. شانم خیلی ترسیده بود و رنگش مثل گچ سفید شده بود. به هم گفت که بلند شم و سری بدویم به سمت ماشین. منم سوالی نپرسیدم و همراه شان شروع کردم به دویدن. وقتی داشتیم میدویدیم یه صدایی از پشت سرمون شنیدم و وقتی برگشتم نگاه کردم دیدم یه نفر داره دنبالمون میکنه. نمیدونم چطوری خودمون رو رسوندیم به ماشین، ولی سری پریدیم توی ماشین و با سرعت از اونجا فرار کردیم. بعدن شان برام تعریف کرد که وقتی رفته توی اون ساختمون چندین عروسک پارچه‌ای دیده که همشون چشمشون از دکمه بود و کلی سوزن تو جاهای مختلف بدنشون فرو رفته بود. شان فرصت نکرده بود که اونا رو بیشتر بررسی کنه، چون صدای جیغ پیرمرد رو شنیده بود و دویده بود سمت من و دیده بود که من بیهوش شدم روی زمین و پیرمردم آروم آروم داره میاد سمتم. به خاطر همینم سری پای منو گرفته بود و شروع کرده بود به دویدن. من تا امروز تو کل زندگیم فقط یه بار بیهوش شدم و اونم همون اون شب بود.
من و شان تصمیم گرفتیم که دیگه تا عمر داریم هیچ وقت نزدیک اون قبرستون نریم. من و دوستان وقتی نوجوان بودیم خیلی نادون بودیم. وقتی که این اتفاق افتاد حدوداً 17 یا 18 سالم بود. ماه اکتبر بود و توی حال و هوای هالووین می‌خواستم یه کار ترسناک انجام بدم. یه قبرستون کوچیک با فاصله حدوداً 10 دقیقه تا جایی که من زندگی می‌کنم بود که به دوستام گفتم بیاین یه شب بریم توی اونجا. اون شب دوتا از دوستام یعنی مایک و رایان همراهم بودن و با ماشین رایان رفتیم به اون قبرستون. ماشین رو اون سمت خیابون پارک کردیم، راه افتادیم و رفتیم توی قبرستون. کلاً اون قسمت شهر خیلی شبیه شهر ارواح بود، چون ساعت از نیمه شب گذشته بود و هیچ کسی تو خیابون نبود. مطمئن شدیم که کسی نگامون نمیکنه و بعدم از روی فنسا پریدیم تو. اونجا خیلی تاریک نبود ولی به سختی میشد بیشتر از چند متر اطرافتو ببینی. برای همینم هممون از چراغ قوای گوشیامون استفاده میکردیم. به نظر نمیرسید نگهبانی چیزی اونجاها باشه. برای همینم هر کدوممون توی یه قسمت اونجا برای خودمون داشتیم میگشتیم. رایان و مایک نزدیک به هم حرکت میکردن و منم از روی نور چراغ قواشون میتونستم بفهمم که کجا هستن. یکم رفتم جلوتر و تصمیم گرفتم یه ویدیوی ترسناک از اونجا بگیرم. برای همینم دوربین گوشیمو روشن کردم و البته چراغ قوام هم روشن بود. تو همین حال که بودم مایک و رایان کلی از من دور شده بودن و دیگه نمیتونستم ببینمشون. برای همینم راه افتادم که برم دنبالشون، ولی در همون حین هنوز دوربین گوشیم روشن بود. یه لحظه به صفحه گوشیم نگاه کردم و همونجا خشکم زد. توی صفحه گوشیم یه زن با لباس سفید بلند دیدم که موهای بلند سیاه داشت و به زمین زل زده بود. سرمو آوردم بالا که به خودش نگاه کنم ولی کسی اونجا نبود. دوباره صفحه گوشی رو نگاه کردم و دوباره دیدمش، اما این بار به من زل زده بود. دوباره سرمو گرفتم بالا که ببینمش ولی بازم کسی اونجا نبود. خیلی ترسیده بودم و عقب عقب شروع کردم به راه رفتن. در همون حین صفحه گوشی رو نگاه کردم و دیدم که اون زنه هم داره به سمت من حرکت میکنه. شروع کردم به جیغ و داد کردن و مایک و رایان رو صدا زدم. همینطور داشتم میدویدم و جیغ میزدم. صدایی هم از اونا نمیشنیدم و نور چراغ قواشون هم نمیدیدم. برای همینم دوباره صداشون میزدم. حس کردم این یه پرانک بیمزه است که میخوان رو من اجرا کنن و منو بترسونن. برای همینم دویدم سمت فنسا و پریدم که برم سمت ماشین. وقتی رسیدم کنار ماشین به رایان و مایک پیام دادم و بهشون گفتم که سریعا بیان اونجا. چند دقیقه بعد اونا اومدن و نشستیم توی ماشین. وقتی که دیگه نشستیم و جامون حسابی امن بود، ویدیو رو بهشون نشون دادم. اونا هم مثل من وحشت زده بودن. حالا که داشتم ویدیو رو کامل میدیدم میتونستم لحظه‌ای که زن سرشو بلند کرد و به من نگاه کرد و درست ببینم. از حرکت کردنش نتونسته بودم بیشتر از یکی دو ثانیه فیلم بگیرم، چون لحظه‌ای که اون راه افتاد من ترسیدم و شروع کردم به جیغ و داد و فیلمم قطع شده بود. ولی از همون دو ثانیه هم میشد فهمید که راه رفتنش اصلا عادی نبود و انگار تو هوا معلق بود و آروم داشت میومد سمت من. دوستان فکر میکنن که اون یه زن واقعی بوده که اون شب توی قبرستون بوده، ولی منی که اونجا بودم و اون تصویر رو از نزدیک دیدم و میدونم که وقتی نگاش میکردم نبود و فقط توی صفحه گوشیم دیده میشد، میدونم که اون یه انسان نبود. امیدوارم که از این داستانه عجیب و ترسناک خوشتون اومده باشه. واقعا بعضیشون خیلی ترسناک بودن و امیدوارم که امشب بتونین راحت بخوابین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. حتما ویدیو رو لایک کنین. آدرس اینستاگرامم این بالا هست. بچه‌ها اینستاگرام عوض کردم آدرسشو، اگه در جریان نیستین حتما بیاین فالو کنین. خیلی دوستتون دارم. خدافظ.